تبصره احمد سعیدی در پیوند به جنجال ملا نعیم با استاد جلال. نام اکادمی پلیس جنرال رازق به نام قاتل وی تغییر داده شد. شرکت هوایی آریانا پروازهای کابل انقره را از سر گرفت. اندرابی پاکستان از طالبان خواسته حکومت با حضور کرزی و عبدالله تشکیل دهد. خودکشی یک شهروند افغانستان در ایستگاه مترو در ایران. و در پایان پرداخت معاش کارمندان بهداشتی و خدماتی توسط صلیب سرخ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. شرکت هوایی آریانا پروازهای کابل انقره را از سر گرفت. با گزارش اسپاتنیک مطمئن در صفحه توییتر خود نگاشته است، شرکت هوایی آریانا پروازهای خود را به انقره 20 نوامبر آغاز کرده است. بر اساس گزارش اسکورتبورد آنلاین، میدان هوایی بین المللی اسنبوغ انقره تیاره شرکت هوایی آریانا ساعت 17:30 به وقت محلی در پایتخت ترکیه به زمین نشست. دوباره آهسته آهسته شروع می شود. از آن به بعد برخی تیاره های چارتر شده از میدان هوایی کابل پرواز می کردند، اما پروازهای تجاری برنامه ریزی شده و عادی به حالت تعلیق در آمده بود. اقتصاد افغانستان در بحران عمیق قرار گرفته و نگرانی ها در مورد آینده افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدت بخشیده است. همزمان تقاضای زیادی از سوی افرادی که مایل به ترک افغانستان هستند برای پروازها وجود دارد. اندرابی پاکستان از طالبان خواسته حکومت با حضور عبدالله و کرزی تشکیل دهد. مسعود اندرابی وزیر داخله پیشین افغانستان در صفحه توییترش نگاشته است که هیئت طالبان در سفر اخیرشان به پاکستان از سوی مقامات آن کشور گوشزد شدند که حکومت همشمول تشکیل دهند و چهره های چون دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و احمد کرزی رئیس جمهور پیشین را شامل این حکومت سازند تا پذیرش جهانی را به دست بیاورند. یک شهروند افغانستان در ایستگاه مترو در ایران خودکشی کرد. 8 صبح کابل. رسانه های ایرانی گزارش دادند که یک شهروند افغانستان در ایستگاه مترو دست به خودکشی زده است. با گزارش رسانه های ایرانی، این رویداد روز یکشنبه 30 مرداد در ایستگاه مترو امام خمینی در تهران پایتخت ایران رخ داده است. بر اساس این گزارش ها او در ایستگاه به طور ناگهانی در مقابل مترو پریده است. پلیس ایران گفته است که فرد قربانی شهروند افغانستان بوده و بیماری روانی داشته است. این در حالی است که در پی تحولات اخیر هزاران تن با پذیرش دشواری راه به ایران رفته و در آن کشور با چالش‌های جدی از جمله مشکلات هویتی مواجه هستند. صلیب سرخ معاش کارمندان بهداشتی و خدماتی را می‌پردازد. رئیس اجرایی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اوضاع بد خدمات بهداشتی از ارائه کمک‌ها به این سازمان به نهادهای بهداشتی افغانستان خبر می‌دهد. و گزارش اسپاتنیک به نقل از تولونیوز، سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید که در تفاهم با مقامهای طالبان معاش کارمندان بهداشتی و خدماتی را به گونه مستقیم و بدون دخالت مقامهای حکومتی پرداخت میکند. پتر ماوریر رئیس سازمان بین المللی صلیب سرخ گفت: ما با مقامهای طالبان در وزارت صحت عامه توافق کرده ایم که پول نقد و شفاخانه ها مستقیما از سوی این سازمان انتقال داده شود، نه از سوی مقامات طالبان، و همچنان ما با مؤسسه های امداد رسان نیز تفاهم کرده ایم که ما همچون یک نهاد مستقل معاشات کارمندان را پرداخت نماییم. باید فراموش نکنیم که شمار بیشتر کارمندان بخش صحی، کارمندان بخش آب و برق همان کارمندان سابق هستند. تغییر فقط در رهبریت به وجود آمده است، نه در مردم و کارمندان. در این حال رئیس اجرایی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اوضاع بد خدمات بهداشتی از ارائه خدمات به این سازمان و نهادهای بهداشتی افغانستان خبر می‌دهد. سیما سامی رئیس اجرایی زنان سازمان ملل متحد گفت: ما با شماری از سازمان‌های غیر دولتی در رسانیدن کمک‌های نجات دهنده که شامل بسته‌های صحی برای مادران نیز می‌باشند کار می‌کنیم. ما مراکز خدمات نیز داریم که شماره از آنان باز و شماره دیگر مزدودند و برای نجات یافتگان از خشونت در برابر زنان و دختران خدمات ارائه می کنیم و تلاش داریم تا جلوی این خشونت ها را بگیریم.
با این حال وزارت مالیه میگوید که هیچ گونه کمک های مشروط به افغانستان را نمیپذیرد. احمد ولی سیقل سخنگوی وزارت مالیه گفت وعده های شده که میگویند ما کوشش میکنیم تا معاشات کارمندان را پرداخت کنیم، اما تا حال انجام نیافته است، ولی کمک های مشروط شده را ما قبول نداریم. از سوی هم شماری از دکتران از این اقدام سازمان بین المللی صلیب سرخ استقبال میکنند و انتظار دارند که برنامه هایشان را هر چه زودتر عملی کنند. ویدا حبیبی مسئول نظارت صحت عامه گفت مدت 3 ماه می شود که معاش خود را به دست نیاوردیم و از تمام نهادهایی که مسئول هستند خواهش می کنیم که روند توزیعی که می خواهند را تطبیق شود سرعت بخشند. نام اکادمی پلیس جنرال رازق به نام قاتل ویتقی داده شد. با گزارش اسپوتنیک، اکادمی پلیس که در دوره جمهوریت به نام جنرال رازق نامگذاری شده بود، طالبان آن را به نام عبودالجانبه تغییر دادند. بر بنیاد گزارش ها عبودالجانبه کسی بود که جنرال رازق را کشته بود. محمد جلال یک عضو طالبان در تویترش عکسی از تابلوی جدید اکادمی پلیس منتشر کرده است. در این تابلو اکادمی پلیس عبودالجانبه نوشته شده است. عبودالجانبه یک نفوذی طالبان بود که به عنوان محافظ والی قندهار کار میکرد و 3 سال پیش جنرال رازق فرمانده امنیتی ولایت قندهار و مخالف سرسخت گروه طالبان را پس از یک جلسه امنیتی هدف تیراندازی قرار داد و کشت. جنرال اسکات ملر فرمانده آمریکای ناتو در افغانستان نیز در محل حضور داشت، اما آسیبی به او نرسید. و در پایان احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است با عرض سلام دوست گرامی ما استاد فیض جلال بالاخره از سکوت خود را شکست و برای این مقتدرین زمان حاضر چه خوب گفت که وضعیت کشور را بدون ترس و هراس بیان نمود. استاد جلال نماینده طالبان را در برنامه زنده گوساله خطاب نموده گفت مردم نان خوردن ندارند و کسی صدا بلند نمیتواند. در ادامه برنامه استاد جلال میگوید که افغانستان مال پدر شما نیست که هر چه دلتان شود انجام دهید. در حالی که ما از صحبت‌های استاد جلال تقدیر می‌نماییم و این جرأت استاد را مایه افتخار خود می‌دانیم، باید یادآور شد که واقعاً این طور صحبت کردن در زیر بیرق و در مقابل این اجنبیان رسک بزرگی است. شاید طالبان اجالتاً جرأت نکنند به استاد فیض الله جلال ضرری برسانند، ولی این درس هرگز فراموششان نخواهد شد. باید در مقابل این قشر بی‌سواد که حالا در افغانستان حاکم شدن استادگی ادامه پیدا کند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و بهروز و سرفراز باشید.